Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil enbiya'i vel mursalin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve ba'du, beraberan ve mşirahil muhterem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnek dersi heştümi hukuk miras. Ki dersi misterhayi heştümi fanzi hukuk tedris mi gerdet. خدمتتان پیشکش می شود. در این درس به ادامه درس گذشته که در درس گذشته اگر یادتان بوده باشه ما حمله آغاز کرده بودیم و تعریف حمله دانستیم. گفتیم طفلی که در شکم مادرش وجود داشته از متوفای خود میراث میبره یا در میراث دیگران چی میکنه؟ تأثیر میگذاره. سپس مدت حمل را خواندیم و دانستیم که مدت حمل در نزد علما یک موضوع اختلافی است، اختلاف بسیار کلان دارن، گرچه در ارتباط با کمترین یا کمترین مدت حمل اتفاق داره، در ارتباط با پیشترین مدت هم اختلاف دارن که 2 سال است، 3 سال است و 4 سال است و 7 سال است یا آراس. و گفتیم که خیر این میشه که اعتماد به همه رای شده که همه رای یعنی اکثرا وقوع میابه، یعنی وزیگه پس که تا هنوز که چیزی ما یعنی مشهور هم ایست که اکثرا فکر بکنی که 1 سال بانه یا که کمی زیاد بانه که اگر بازم نه کدام رایی که بگیری مشکل نیست. گفتیم فایده از این ایست که با در ارتباط با میراث شروط میراث هم گفتیم یکی وجودش در رحم مادر، دیگه زنده ولادت یافتنش پیش از تمام مدت حمل، این اگه پینج است که پیش از تمام مدت حمل باید طفل زنده ولادت پیدا کنه. اگر فکر کنید که طفل بعد از پایان یافتن مدت حمل اگر ولادت پیدا کنه معنیش اینه که بازو میراث نمیبره از متوفا، از او کسی که یعنی به اصطلاح چی هست که احتمال میراث بردنش از او هست یا از او باز میراث نمیبره. ما گفتیم که بازم زنده ولادت یافتنش چه قسم دانسته میشه؟ آواز میکشه یا عطسا میزنه یا گریه میکنه، نفس میکشه، یک چیز حرکت داره، این همه که شده داره. و مذهب حنفی هست که در مذهب حنفی که اگر اکثرش هم زنده برای باز بعد از اون بیمره بازم میراث حق داره، یعنی باز بعد از اون میراثش به اصطلاح حقش تعیین میشه، سپس بعد از تعیین باز با ورثش داده بشه. مقدار مالی که برای حمل نگاه کرده میشه و همینه شد اصلا نیتور است برای مردم شما محترم، همینه شد اصلا میتونه است بهتر آنیست که وقتی که در شکم زن حمل وجود داشته باشه ورثه تا ولادت یافتن او انتظار بکشن. فهمیده شد؟ اگر انتظار نکشن بازو باز چی میشه؟ در موضوع توضیح میشه. در موضوع آرای زیادی وجود دارد، دو رای به نظر من معتبرتر است. فتوا در مذهب حنفی این است که نصیب یک پسر یا یک دختر، نصیب یک پسر یا یک دختر. اگر در بین وارثان حمل وجود داشته باشد نصیب یک پسر یا یک دختر که بیشتر باشد برای همین نگاه باشد. فهمیده شد که نصیب یک پسر و یک دختر کدامش که بیشتر باشد برای چی؟ برای هم نگاه کرده می شود. فتوا در مذهب حنفی است که نصیب یک پسر و یک دختر هر کدامش که بیشتر باشد، نصیب یک دختر اگر بیشتر است نصیب یک دختر، اگر نصیب یک پسر برش بیشتر است نصیب یک پسر، برای هم نگاه کرده می شود. و از وارثان یک دامن مقرر می گردد که در بین وارثه یک نفر ضمانت می کنه، یعنی به اصطلاح مسئولیت بدوش میگره که اگر به اصطلاح حق حمل بالای دیگران مانده بود از دیگران میگره میده،
اگر حق دیگران بالای هم رفتن به حق دیگران از حمل گرفتن مرا میده تا در صورت زیادت هم موضوع را به قضا بکشاند. این یعنی یعنی به اصطلاح وکیل مدافع واری حق حمله میگیره بیره اگر در حق دیگران چی بوده باشه میگیره. رای حنبلی ها و یک روایت از امام ابو یوسف و امام محمد رحمه الله این است که نصیب دو پسر یا دو دختر هر کدامش که بیشتر باشد برای حمل نگاه کرده می شود. فهمیده شد؟ نصیب دو پسر یا دو دختر هر کدامش که بیشتر باشد برای حمل نگاه می شود. رای اول چی گفتیم؟ رای اول این است که نصیب یک پسر. فهمیده شد؟ یک دختر. اما نصیب یک پسر یک دختر اکثرا نمیز دیگه. حالا فعلا خوب یعنی تبابات هم پیشرفت کردن میشه که به اصطلاح توسط معاینات طبی دانسته میشه که یک تن است یا دو تن. کم از کم یک تن و دو تنش خود دانسته میشه، گرچند بعضی وقت این معاینات در تمیز بین از اینکه پسر یا دختر خطا میشه اون خوب کم از کم خود تعویضش دانسته میشه. کیفیت حل مسئله هم اگر در بین وارثان حمل وجود داشته باشد بهترین است که وارثان توزیع میراث را تا ولادت حمل به تاخیر اندازند. این گپ بسیار گپ خوب است، انتظار بکشند چرا که هیچ معلوم نیست این حمل مرده پیدا میشه یا زنده، حمل و اصطلاح که میاره این بچه است یا دختر، یک تاست یا دو تاست. یعنی تمام وقتی که ولادت پیدا کنه تمام احتمالات چی میشه؟ منتفی میشه. حتی اولا موضوع معایناتم خوی گپ خود ثابت کرده نمیتونه که این زنده پیدا میشه و مرده. خب معاینات اگر در اون وقتی که معاینه میشه که اگر وجودش به اون چی شده ولو که حرکت هم داشته باشه زنده باشه ولو که در وقت یک در وقت یعنی به اصطلاح چی میشه؟ در وقتی روی رو ثابت کنه که وجود داره و نه فعلا حرکت داره و زنده است. و در صورتی که اونها در توزیع میراث عجله نموده حقوق خود را مطالبه نمایند مسئله ایشان به این طرز حل بشود. اگر ورثه صبر نکنه، گفتیم صحیح درست هم نیست که باید ورثه صبر کنه، اگر ورثه صبر نمی کرد باز به این شکل حل میشه. مسئله حمل با دو تقدیر مذکر بودن و مؤنث بودنش تصحیح میگردد، سپس نسبت بین دو تصحیح ملاحظه میشود. بین دو تصحیح چی میشود؟ ملاحظه. اگر بین آنها نسبت توافق وجود داشت وفق یکی در تمام دیگر و اگر نسبت تباهی وجود داشت تمام یکی در تمام دیگر ضرب زده می شود و جامعه مسائل حاصل می گردد. بعد از آن در صورت توافق سهام مسئله ذکورت در وفق مسئله انوثه و سهام مسئله انوثه در وفق مسئله ذکورت ضرب زده می شود و در صورت تباین سهام مسئله ذکورت در تمام مسئله انوثه و سهام مسئله انوثه در تمام مسئله ذکورت ضرب زده می شود و در قدم بعدی بین نتیجه های بدست آمده از عملیه های ضرب موازنه برقرار می گردد تا به هر وارث کمترین نصیبش داده شود و متباقی برای حمل نگاه کرده شود. اگر حمل بعد از ولادت مستحق تمام مال حفاظت شده باشد تمام آن را صاحب بشد و اگر مستحق بعد آن باشد و یا مرده ولادت یابد متباقی حق دیگران برایشان تقسیم میگردد، چنان که در مسئله آینده تمام حالاتش واضح میگردد با در نظر داشتن که هم یک پسر یا یک دختر تقدیر شده است. اما شما ببینید کسی مرده اینه به شکل این به شکل مسئله از اینجاست. کسی مرده مند از او یک مادر یک پدر منده و یک خانم داره و یک دختر داره، اینمی خانمش حامل است، این حمل است. واضح شد؟ این چهار تن در عالم حیات در عالم دنیا زندگی دارن فعلا وقت وفات متوفا. اینه هم کسی در شکم خانم است. حالا دیگه چی میکنیم؟ این وارثان اینجا وارثان نوشته که اینا وارثان است، اینجا فرض و عصوبت است.
مادر یک بر شش. چرا یک بر شش؟ به خاطر که نه اولاد داره. پدر یک بر شش، فهمیده شد؟ خانم یک بر هشت. حمل و دختر در اینجا گفتیم ذکورت حمل سهم به تقدیر، سهم به تقدیر ذکورت. این توی میگوشه از این طرف خانده میشه خویی حالی کتاب نیست ما هم سهم به تقدیر ذکورت حمل. حال اینجا تو فکر میکنی که حمل مذکر است، یک دختر است و یک بچه است، این دو عصبه میشن، عصبه این دو چی میشن؟ عصبه میشن. پس این خو عصبه است دیگه، این رو این خو یکی بر شش است، یکی بر شش است، یکی بر هشت است. از این دو یکیش رو میگیری، بین شش و هشت شد توافق است، هر دوش به سه تقسیم بشه، شش تقسیم سه، هر دوش هشت به سه تقسیم نمیشه میباشد، هر دوش به دو تقسیم بشه، شش تقسیم دو سه، سه هشت بیست و چهار، این و بیست و چهار یه اصل مسئله شد. حالا دیگه شبانی، این طرف شبانی شما، قدم با قدم، گام با گام پیش میره، سه هشت چند بشه؟ سه هشت بیست و چهار، سه هشت بیست و چهار، بیست و چهار تقسیم چند؟ این تقسیم شش، چند بشه؟ چهار، در بیاد چهار، چهار برای مادر، و برای پدرم چهار، بیست و چهار تقسیم هشت، سه در بیاد سه، چهار و چهار چند بشه؟ هشت، هشت و سه، یازده، از بیست و چهار که یازده رفت چند میمونه؟ سیزده، سیزده برای کی بود؟ برای دختر و بچه. حالا اینجا حالا یک مشکل پیدا میشه، این سیزده که من دختر خو یک سهم میبره، بچه چند سهم میبره؟ بچه دو سهم میبره، دختر یک سهم، بچه دو سهم. این سیزده خو سه تقسیم نمیشه؟ پس خیلی سه سه یک، این بچه دو، این سه تن شده، سه را ضرب بیست و چهار میکنیم، سه بیست و چهار هفتاد و دو، سه چهار دوازده یک، دو سه شش هفت هفتاد و دو، این سه را بانین، اول تا اینجا رسیدیم تا هفتاد و دو را. حالا سه به هر کدام ضرب سه میکنیم، چهار سه دوازده، چهار سه دوازده، سه سه نو، این سه سیزده زیره، سه سیزده که میشه؟ سه سیزده سیونو میشه نه؟ سیونو رو که پس تقسیم سه کنی که یک سه رو بریزی میدی، یک سیزده رو بریزی میدی، دو سیزده دیگه رو که میگیره؟ حامل میگیره که بچه هست بیستشه. این تا اینجا چیز ازی خلاص شد، با اصطلاح به اعتبار بچه بودنش حل شد. میایم در اعتبار بعدی، در اعتبار چیز؟ در اعتبار بعدی میایم. اعتبار بعدی بازم مادر است، پدر است، خانم و دختر است، حمل است. حالا در اعتبار بعدی شما تو فکر کنیم که اینوی حمل که است این دیگه مؤنث است، مؤنث فهمیده شد؟ در اعتبار هم بعدی چیز این چی میشه؟ این مؤنث است، فهمیده شد؟ این مؤنث است. مؤنث که است، حالا اینا دوی بر سه را میگرن، دوی بر سه را، دوی بر سه رو اینا بگیری دیگه هاش همون سهمی سابقش سهیست. بعض هم مثلا از بیست و چهار میشه، از بیست و چهار کشید بعض هم چهار مادر میگره، چهار پدر میگره، خانم سه رو میگره، چون یا دوی بر سه رو میگرن، بیست و چهار تقسیم سه چند میشه؟ هشت، هشت ضرب دو شانزده، هشت یکش بگیره، هشت دیگهش بکره، این دوی برسه همی معنا، یک هشته دو شانزه سهشت بیست و چار. حالا اینا را حساب کن، هشته شانزه شانزه و سه، نوزده نوزده و چار، بیست و سه بیست و چار و چار بیست و هفت. این مسئله ما
از 24 به 27 اول کرد. مثلا از 24 به چند اول کرد؟ به 27 اول کرد. فهمیده شد؟ یه میگم 27 اول مثلا است. 27 اول مسئله است. خب گوش بگیرید. حالا ببینید که بین 72 و بین 27 چی نسبت است؟ 72 27 یعنی هدفی که آیا 72 27 بین دینا تباین است یا توافق؟ بین دینا یا تباین است و یا توافق؟ فعلا در اینجا چی است؟ فعلا در اینجا توافق است ظاهرا. چرا توافق است؟ به خاطر توافق است که اینمی هفتاد و بیست و هفت نو یک نو نو این سه نو بیست و هفت میشه خود یک نو نو دو نو هجده سه نو بیست و هفت چهار نو سی و شش پنج نو چهل و پنج شش نو پنج و چهار شست و سه هفتاد و دو هشت نو هفتاد و دو میشه هشت نو هفتاد و دو میشه. پس خیابه فکر هفتاد و دو هم بالای نو تقسیم میشه بیست و هفت هم بالای نو تقسیم میشه. فهمیده شد؟ یعنی بیست و هفت هم بالای نو چی تقسیم میشه و هفتاد و دو هم بالای چی میشه؟ بالای دو دیگه چی دیگه بالای سه هم تقسیم میشن. خوب ما هم بزرگترین عدد هم میبینیم که چی پایین بیه اینا بالای سه هم رو ببینیم که دو سه شش چهار سه دوازده بالای سه هم تقسیم میشه. این هم بالای سه به اصطلاح یک سه سه دو سه سه نو سه بیست و هفت نو سه بیست و هفت بالای سه ته. خب ما سه رو هم میگیریم دیگه نو رو میگیریم که چیز پایین بیایه عدد به اصطلاح حساب بلند نرو پایین. وقتی که بیست و هفت بالای نو تقسیم کردیم سه شد. حالا سه وفق بیست و هفت است. سه رو ضرب هفتاد و دو میکنیم سه هفتاد و دو سه دو سه شش سه هفت بیست و یک یعنی دو سد و شانزده میشه. امی وفق که اینجا میشه کنیم اینجا میبینیم و وفق هفتاد و دو که گفتیم هشت نو به هفتاد و دو هشته اینجا نوشته میکنیم هشته اینجا نوشته میکنیم. الان ما چه خبر که ویدیو طولانی نشوه ما ببینم آمه ویدیو میشه میشه انشالله درس میشه مشکل نیست درس خلاص میشه انشالله. این یک دفعه خیلی گفته میشه باز اگر مشکل بود باز یک دفعه دیگه باز در ویدیو بعدی باز براتون اشاره میدم. حالا شد بعد از این چی میکنین؟ حالا گوش بگیرین اینالی اینی سهامه سهام تصحیب تقدیر ذکورت هم اینی سهام ذکورت ضرب اینی سه میکنین. فهمیده شد؟ ضرب سه که کردیم مثلا سه دوازده چند میشه؟ سی و شش اینجا نصیب با تقدیر ذکر ده سی و شش اینش هم سی و شش اینش بیست و هفت اینش سی و نو اینش هفتاد و هشت واضح است؟ این همی سه ها مار کلوم از این از ضرب این سه میکنیم اینجا برشان میده. این سه ها ما چی میکنیم؟ این سه ها مار کلوم از این را ضرب این هشت میکنیم اینجا در پالوش اینجا میدیم نصیب با تقدیر اونو ست نصیب با تقدیر چیست؟ اونو ست. فهمیده شد انشالله؟ حالا گوش بگیرین دیگه این نصیب با تقدیر اونو ست هم یعنی همین 216 رو پر میکنه با تقدیر ذکورت هم یعنی 216 رو پر میکنه. اینال بین از این دو بیبی کدامش زیاد است کدامش کم؟ سی و دو کم است برای که برای مادر سی و دو میتیم سی و شش و سی و دو سی و دو کم است برای پدر سی و دو میتیم. یکی بود خانم بود که بیست و هفت و بیست و چهار است برای از او بیست و چهار میدیم. در اینجا سی و نو و شست و چهار است
ای سیونورا برزی میریم چند من برای هم 89 رو نگاه میکنیم. 89 برای چیز؟ برای حملی رو مگر همه جمع نوشته کنیم مشکل نیست. خورا برای چیز؟ برزی نگاه میکنیم 89 رو. حامله شد 89 چون که 9 18 84 22 22 2 24 24 و 2 26 6 شد 2 آسد 2 18 13 15 18 21 این همه گرمی 200 چند میشه 221 میشه همه گرزی چند میشه 221 همه گرزی هم 221 همه گرزی هم 221 اگر همه مذکر پیدا شد خوب اگر هم مذکر پیدا شد پس ما این به این میار این به این میار چی میدیم میراثشون رو میدیم یعنی معنیش که اگر مذکر پیدا شد از 89 78 برای همین میدیم متباقی حقی کسی که مانده او بر میگردانیم اگر هم مؤنث پیدا شد مؤنث شد هم اگر مؤنث پیدا شد این به این میار برشون میدیم فهمیده شد؟ معنیشی که 64 به همه میدهیم متباقی سهام دیگرها را برشان برمیگردانیم اگر مرده پیدا شود اگر مرده پیدا شود ما چی میکنیم؟ ما میبینیم که به سهام کی تأثیر میبه این سهام مادرش تأثیر نمیبه سهام پدر این نور متباقی را تأثیر بند میگیره به این تأثیر میبه سهام همشیرش خوارش بسیار بالا می روید و اگر مرده پیدا شد این و این شکل برشا چه میکنیم؟ میراث میدیم میشه که بود یک دفعه انشاءالله در ویدیو بعدی بود یک دفعه براتون تکرار کنم الله تعالی موفقتون بگردانه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته